به نام خدای یکتا، این جانب فریدون بیرانوند جانباز و کهن سرباز 8 سال دفاع مقدس که برای پیگیری حق و حقوق از دست رفته ایثارگران عزیز در آمد جنگی معوقات باقی مانده، پاداش بازنشستگی، مشکلات دارویی و غیره بودم که متاسفانه مسئولین تا کنون جواب قاطعی به ما نداده و ما را مجبور کردن که به صورت خودجوش دست گرد همایی بزنیم و به کف خیابان بیاییم. مسئولین قبلی بنیاد شهید تا حدودی با ما همکاری کردند. با آمدن آقای حاجی‌زاده هاشمی متاسفانه هیچ پاداشی که به ما پرداخت نکردند، ما را روانه زندان اوین به جای پاداش بازنشستگی کردند. ولی وقتی وارد زندان شدیم متوجه فقر طبقاتی در زندان اوین شدم که این جمله حسین فریدون و نجفی شهردار تهران در سویت لاکچری در بغل دست ما برای خودشان زندگی می کنند، ولی بنده و آقای میرزایی که قطع عضو از بالای زانو و برادر شهید هستند در کف اتاق بغل دستی آن آقایان با ساس و شپش زندگی می کنیم. ما حالا از خانواده شهدا، جان بازان و آزادگان زج کشیده 8 سال دفاع مقدس میخواهم مثل آقایان رضا شرفخانی، رضا جعفری، فیض اللهی، رضا کریمی، کاویان کریمی، موسوی، حکمتی، یار محمدی و دیگر لیدرهای گروه‌های غرامت جنگی سرتان را زیر برف نکنید و مثل افراد ذکر شده تحت تعهد ندهید که ما هیچ گونه ادای حق و حقوق خود را نمی کنیم. ولی این را بدانید بنده و آقای میرزایی تا پای جان، تا حق و حقوق کامل خانواده ایثارگران را نگیریم دست از ترسان برنمی داریم و هیچ گونه ناراحتی و مشکلی در زندگی نداریم به جز پدر و مادر پیری که من دارم و یک شیر دختر الان با زجر و عذاب می کشد و همچنین خانم آقای میرزایی که تنها در یک سلول 35 متری که ایشان هم تنها هستند زندگی می کند. دغدغه دیگری نداریم. در ضمن هر موقعی که آقا میرزایی عزیز با شیر همسرش می خواهد تماس بگیرد که دلداریش بدهد، به جز گریه و زاری حاضر به هیچ سخن گفتنی با آقای میرزایی نمی باشد. فقط همین، دیگر هیچ گونه نگرانی نداریم. به گفته مولای علی من حق گرفتنی است. تمام. خدا نگهدار شیرزنان و شیرمردان ایثارگر عزیز باشد.